یه دختر جوونی 28 سالشون بود اومدن به من گفتن که من وارد یه رابطه با یه آقای دکتری شدم و فلانه و علو و بله و خیلی خوشگله و خوشتیپه و نمیدونم اینه و خیلی موفقه و مرد رویایی منه و اینه اونه 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 اونه. گفتم که خب بعد؟ گفتن که ولی به من گفته که من زنی میخوام که تا حالا با کسی رابطه نداشته. گفتم که خب تا اینجاش که خوبه که. گفتن نه دیگه، آخه مشکل همینه دیگه، من تا حالا تقریبا با 7-8-10 نفر رابطه داشتم، رابطه های دراز مدت با بعضیاشون داشتم. گفتم خب شما 28 سالتونی چه رابطه های دراز مدتی؟ گفتن نه دیگه، مثلا از 16 سالگی تا 21 سالگی با یه نفر بودم، از اون رابطه اومدم بیرون رفتم توی رابطه دیگه تا 23 4 سالگی با یکی دیگه بودم، بعدم در حینی که با اون آدم بودم با یه کس دیگه هم تو رابطه بودم، نمیدونم با 3-4 نفر 5 نفرم تو این مدت خوابیدم، وقتی از اونا جدا شدم الانم که با این آقا وارد رابطه شدم، قبل از که با این آقا وارد رابطه بشم، یعنی در اوایل رابطه هم خب با یکی دیگه بودم. گفتم که خب بعد شما میخواین الان چیکار بگم؟ من نمیتونم بهش راست بگم. گفتم که خب من هیچ ندارم بهتون بگم، این انتخاب خودتونه. گفتم این چی، فقط میخواستم که بدونم شما چی فکر میکنین، چون آقای دکتری هستن که میگن اگه یه مردی ظرفیت نداره گذشتتون رو بهش نگید. گفتم که خب حتما برای اون آقای دکتر این تظاهر کار کرده، حتما زنایی بودن اومدن به ایشون دروغ گفتن و ایشون راضی بودن از این موضوع که این زن بهشون دروغ بگه. شما برید امتحان بکنید اگه، ولی به تجربه من این قضیه عمرش 7 ساله، اینی که دروغ بگیم به یک کسی و با دروغ برین توی این رابطه، و این آقای دکتر باید خیلی آدم بیشعور و نفهم و خودش هم بخواد به خودش دروغ بگه که یه زنی که این همه تجربه جنسی مثل شما داره بتونه فیلم براش بازی کنه و سر شیره بماله و تظاهر بکنه که ویرجینه و تا حالا با هیچ کس سکس نداشته. اگه رفتید و موفق شدید خب تبریک میگم به تو، من از پیشا پیش براتون خوشحالم که زندگیتون، امیدوارم خوشبخت بشین. توصیه من نیست، نسخه من نیست. من ترجیح میدم که آدما اونقدر خودشون دوست داشته باشن، اونقدر به خودشون احترام بذارن که من آقا بگن که خیلی برات خوشحالم، امیدوارم اون زن رویایی ویرجین تو پیدا بکنی، اما اون زن من نیستم، من با چندین نفر سکس داشتم و خیلی هم از خودم راضیم که این کارو کردم و هیچ پشیمونی هم ندارم، از من اون چیزی رو ساخته که الان هستم، و خب اگه شما زن دیگه ای به غیر از من میخواید خوشبخت بشید. خانوم یه نگاهی به من کردن، اشک توی چشمشون جمع شد، به من گفتن که واقعا خانم دکتر، واقعا من میتونم اینو برم بهشون بگم؟ گفتم که من اگه بودم این کارو میکردم. شما بعد ارزش خودتون رو بدونین، ارزش تجربیاتتون رو بدونین، ارزش این کسی که هستید رو بدونید و خودتون رو به ریخت و قیافه و جاه و مقام و دکتر بودن این آقا نفروشین و بذارید که اون آقای دکتر اگه شما رو میخواد خود واقعیتون رو بیاد دنبالش و اون خودش رو عوض بکنه و عقایدش رو و دیدگاهش رو و ارزشاش رو. چرا شما میخواین اون کسی که هستی نباشین؟ چیزی که برام خیلی خیلی زیبا بود و واقعا ارزشمند اینی که این خانم برگشتن به من گفتن که من تو کارگاه میبینمتون، خیلی براتون خوشحالم، مرسی که اینو به من گفتین، راست میگین، من نمیخوام که تظاهر بکنم به اینکه یه کسی هستم که نیستم. میخوام بهتون بگم تظاهر اگر حتی در وهله اول برای ما کار بکنه، ولی من فکر کنم در دراز مدت یا مچمون واز میشه یا اون آدم میفهمه یه چیزی درست نیست یا یه حس عدم اطمینانی همیشه به ما خواهد داشت یا اینکه خودمون حس کثیف بودن داریم از اینی که دروغ گفتیم، به خصوص اگه که این آدم رو خیلی دوستش داشته باشیم و بعد بدونیم که بهش دروغ گفتیم، مثلا برای اون احترام قائل نیستیم که بهش دروغ گفتیم، یه جایی این رابطه درست نیستش، یه جایی این قضیه کار نمیکنه. یه خانمی دیشب به من گفتن که یه آقایی با ایشون ازدواج کردن ولی از اول ازدواج به ایشون دروغ گفتن و الان واقعا احساس میکنن که الان که فهمیدن این آقا بهشون دروغ گفتن، واقعا این آقا از چششون افتاده، خیلی عصبانین، تمام مدت با همسرشون پرخاش میکنن، بهش بی احترامی میکنن، عصبانین، احساس میکنن که
سرشون کلا رفته و به خصوص الان که بچه دارن احساس میکنن یه جای گیر کردن، خیلی 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 داغون و عصبانی هم و میخوان انتقام بگیرن از اینکه یه کسی چرا با دروغ اومده با من ازدواج کرده. اگه راست گفته بود من حق انتخاب داشتم. میخوام بهتون بگم که تظاهر عواقبش خیلی سنگینه.